شما تصور کنید که یک فردی که علاقه داره در این انتخابات شرکت بکنه میره تمام پلتفرم‌های سیاسی این احزاب رو میخونه. حزب دموکرات آمریکا و حزب جمهوری‌های آمریکا به این نحوی کوچکترین اشاره به این امر نمی‌کنند که اکثریت مردم آمریکا و اکثریت مردم کشورهای خاورمیانه که صحبتشو میکنیم اینها معتقد نیستن که در این کشورها دولتهایشون به ایجاد نیروهای تسلیحاتی اتمی درگیر بشن، یعنی موافق این هستن که یک منطقه آزاد از نیروهای تسلیحاتی اتمی و هسته‌ای به وجود بیاد. دقیقاً تمام این احزاب کوچک من جمله حزب سبز آمریکا اینو دارن در پلتفرمشون، حزب جمهوری‌ها و حزب دموکرات ندارن. یعنی معتقدن نه، ما معتقد نیستیم که کشور خاورمیانه باید یک منطقه آزادی از تسلیحات اتمی باشه. آری از تسلیحات اتمی. چرا؟ به خاطر اینکه اینها بودن که اون زمان اومدن برای اینکه مردم فلسطین و در به طور عام مردم عرب و در اون کشورها زیر سلطه خودشون قرار بدن، اومدن کشور اسرائیل رو یک کشور اتمی کردن و در جنگ علیه، در اون جنگ سرد به اسرائیل علیه اتحاد جماهیر شوروی اومدن پاکستان رو مسلح کردن با نیروهای اتمی. حالا میان خودبازی در میارن که ایران میخواد نیروهای اتمی تسلیحاتی اتمی داشته باشه، در صورتی که هر کشوری در جهان، هر ملتی در این جهان، هر ملت دولت در این جهان، نیشن استیت، ملت دولت، هر ملت دولت واحد در این جهان حق دارن که از انرژی های که نفتی نیستند، از اون انرژی ها مثل انرژی خورشیدی، آفتابی یا انرژی با طبیعی دیگه، بعد از انرژی بله بله و هسته اینا استفاده میکنن، به خاطر اینکه حالا در کشورهای مثل ایران اینا شما بخواید انرژی بیارید باید خیلی خیلی پول خرج بکنید، برای که نفت بزرگترین منبع انرژیه. حالا اگر بخواییم ما انرژی هسته‌ای به وجود بیاریم، تمام اون نفتی که هر سال ما مصرف میکنیم برای ایجاد انرژی، اون به عنوان کالا دست مردم ایران قرار میگیره که در بازار بفروشن. امروز اینجوری نیست، ما نفت بزرگی رو در ایران چیز میکنیم مصرف انرژی به وجود بیاریم. پس تمام این احزاب به درستی روی این خطی هستن که ما هستیم، یعنی در این اعلامیه که شما میخونید اون ماده رو، این چیزیست که مردم جهان واقعا خواهانش هستن، مخصوصا مناطق استراتژیکی جهان که خاورمیانه از نظر هم اونایی که طرفدار آمریکا هستن، نظام آمریکا هستن، هم اونایی که ضد نظام آمریکا هستن، هر دو طرف قبول میکنن که خاورمیانه، خاورمیانه بزرگ یا خاورمیانه جدید استراتژیک ترین منطقه جهانه. در کل جهان ما 10 منطقه استراتژیکی داریم، ولی مقام اول مال همون خاورمیانه بزرگه که امروز کشورهای آسیای مرکزی رو مثل قزاقستان و ترکمنستان این رو هم در بر میگیره. بس مردم اون کشورها خواهان اون چیزی هستن که ما در این ماده گنجاندیم، یعنی میگیم که مردم ایران، مردم جهان، مردم خاورمیانه، ما میخواییم یک منطقه آزاد از نیروهای تسلیحاتی اتمی به وجود بیاریم. بله بله. و جاپارسا برای نکته هم آخه خیلی مهمه دیگه، این شعارهای دروغین، این بله. شعارها عوام فریبانه که برای عوام ممکن خیلی مطلوب باشه، ببینید چون وقت دشمنان و تجزیه طلبان و مزدوران هم ازش
خوب بهره بگیرن. ایران اتمی مثلا میتونه یک خطر برای اسرائیل و منطقه و یا جهان و یا آمریکا باشه. آخه این برفرضم که برای یک بمب اتمی، اولا ما در ماده جلسه گذشته خونده شد که این گروه و این مردمی که امضا کردن اساسا با داشتن هر گونه سلاح کشتار جمعی که مردمی بله چه برسه اتمی مخالفن. حالا بر فرض محال خود این شعار، خود این مطلب فریبکارانه است، دروغ است، برای اینکه اگر یک ایران اتمی باشه با کدوم موشکاش با چه وسایلش میخواد اینا رو به این مقاصد برسونه، در حالی که طرفین هزارها و صدها کلاهک اتمی دارن و تازه با یکی دو تا پنج تا میخواد چه میتونه بکنه؟ تازه اینو کجا میندازه؟ مگه نمیتونه اشعه های این اثر بذاره؟ خب در اسرائیلی که قد یک شهرستان ایرانه، بعد بغل دستش لبنان، اونورش فلسطینه، چجوری اینا رو میخواد بفرسته که اونا هم از صدمه نبینن؟ این دقیقا نشون دهنده همون شکلیست که در زمان صدام شد، گفتن اصلا کشتار جمعی داره، بعد از اینکه اونجا رو با خاک یکسان کردن بعد گفتن که نه اشتباه کرد. بله همین، این جریان هم همینه، یعنی در واقع یه بهانه است، یک علت عامل اصلی نیست، بهانه است برای احتمال حمله نظامی به ایران. دقیقاً دقیقاً همون کاری که در مورد صدام انجام دادن دیگه. صدام حسین یه آدم جبار و ظالمی بود، جنایتکار، بله جنایتکار مستبد، بله. ولی دارای تسلیحات کشتار زمین نبوده، weapons of mass destruction نداشته، بله. اگرم داشته قبلاً، ماها قبل از اینکه آمریکا حمله بکنه از بین برده بودن و سیایه هم میدونست اینو که از بین بردن، ولی هیچ دیدید که بهانه قرار دادن حمله کردن. دقیقاً این حملهشون بردن دموکراسی و حقوق بشر نبوده، بله. حملهشون به عراق همون روی نفت بوده، بله، چاهای نفت بود که رسیدن، بله. هم کشته شدن ایران هم صدق میکنه کاملا. منتها ایران حالا چرا نمیتونن بکنن؟ اون اطمایی که در مورد صدام در مورد اون بهانه داشتن ها، به این اطما در آمریکا نرسیدن و به ویژه امروز در آمریکا مردم آمریکا نمیخوان زنگ بکنن، بله. اون زمان اینجوری نبوده، مردم آمریکا فریب خوردن، گفتن آره ما نمیتونیم به این زنگ نریم، چون ایشون یعنی آقای صدام حسین دارای تسلیحات همگانی کشتار دست جمعیه، نباید بریم. ولی امروز مردم آمریکا اصلا دیگه روی این خط نیستن که ما میریم ایرانو بگیریم تا جلوی ایرانو بگیریم که به یک نیروی بزرگ اتمی هسته‌ای جنگی تبدیل نشه، بله. این نتونست دابه یعنی جا انداخته بشه در آمریکا. و خب منازعات بین‌الملل هستی که حالا زمانی که آمریکا به کشور عراق حمله کرد، هم روسیه هم چین اون موقعیتی که امروز دارند 10 سال قبل نداشتند. 10 سال قبل روسیه یلتسین بود، بله بله. امروز روسیه پوتینه، بله. برای ما ایرانی ها تفاوت داره، اونا همونقدر مثل آمریکا میخوان مثلا ایران از موقعیت اطلاعی ایران هم بله. ولی واقعیت اینه که یلتسین کجا، آقای پوتین کجا در بله. رابطه با آمریکا کاملا بله. در ضمن جناب پارسا بنابراین فراموش نکنیم که با توجه به این حکومت جبار صفاک ضحاکی حاکم بر ایران، حکومت جهل و جنون و دروغ و خون و خرافات، هر روز هم دشمنان و همینطور عواملشون سعی میکنن هر روز محاصره ایران رو تنگتر کنن. اینم در نظر داشته باشیم که این روند هم داره جلو میره، همونطور هم که به درستی اشاره شد که اشاره فرمودید در مورد سوریه پلیو یا پلکانیست برای تجاوز به ایران، اینا رو هم در بر داره، یعنی همه اینا رو درگیر، بله. و این بحث مطرح کردن ایران اتمی خطریست برای اسرائیل و منطقه و آمریکا و غیره، این خود نشانگر، این دقیقا خود این نشانگر اینه که چه قصدی نسبت به ایران دارن که یه همچین شعاری رو مطرح میکنن. بله کاملا درست. خب اون یه جنبه‌ش هم که باید اضافه بکنیم،
در بحثهایمون اینه که همین دولت ایران که اینقدر حداقل در داخل ایران مردم خودشونو و در خاورمیانه خیلی ها را چیز کردن که آره بله دولت ایران در مقابل آمریکا میسته. نه، خیلی امکان داره که برن پشت سر مردم ایران با دولت آمریکا و با کشورهای ناتو هم یک مذاکرات رو راه بندازن و بیام بیرون برن. بله، اون بله. امکان هم وجود داره. بله، امکانه. احتمال حمله نظامی آمریکا به ایران وجود داره، به قوت خودش باقیست. این مسئله بله. خیلی مهمه. بله، درست. امیدواریم که این بلایا و این ستم ها از کشورمون دور شه و مردممون از این نگرانی ها و از این دلهره ها بیرون بیان. بله، و بعد آرامشی در جامعه همون به وجود بیاد و مردممون بتونن در یک حاکمیت ملی به سرنوشت خودشون حاکم باشن و واقعا در یک آزادی و استقلال و عدالت زندگی کنن. درسته. بله، جناب پاستور بناب میباید به عزیزان گفت که چو دریا درفشان از جوش منشین، سخن سرکرده‌ای خاموش منشین. سپاسگزار که در این گفتگو شرکت کردید. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگم و براتون بهترین ها را آرزو دارم. منم همینجور به شما و به تمام شنوندگان عزیز شب و روز بخیر میگم. اوقات بر شما خوش. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابناب درباره انتخابات آمریکا و چرا این انتخابات با انتخابات دیگر نقاط جهان متفاوت و این همه مورد توجه مردم همه جاست، هزینه های سرسام‌آور و پول هایی که خرج آن می شود، انتخابات تجارتی، نگاهی از درون به این انتخابات، چرایی و علل پیروزی اوباما و شکست رامنی عامل پیروزی اوباما، حضور فعال سه بخش از افراد جامعه در آن و در حمایت از اوباما، نگاهی از بیرون به این انتخابات، چگونه و بر اساس چه معیارهایی این دو حزب موجودیت و فعالیت دارند و از کجاها حمایت می شوند، مردمی که هنوز بسیار امیدوارند این نظام قادر است از ریزش خود جلوگیری کند، آمارهای مؤسسات معتبر درباره میزان محبوبیت آمریکا در منطقه چه میگویند؟ آیا اوباما میتواند جلوی گسترش خشونت و جنگ را بگیرد و این وضعیت را به سود آمریکا تغییر دهد؟ سیاستهای مذهبی اردوغان که سعی بر انجام آن دارد؟ چرا اردوغان شعار سرنگونی اسد را میدهد؟ آیا انتخاب اوباما باز هم باعث شدت و گسترش تحریم‌های فاجعه بار و خانمان برانداز علیه مردم ایران خواهد شد؟ تحریم‌ها ناکارا در برابر دولت‌های ملی و در برابر دولت‌هایی مثل ولایت فقیه زمین‌ساز غارت و چپاول و تاراج ملت توسط این حاکمین جهل و جنون و دروغ و خون و جنایت و توهم است؟ 80% آثار تاریخی و موزه های سوریه پس از عراق تاراج و نابود شده است. تاراج ملی این کشورها، شورای ملی جدید در سوریه و کنفرانس آن در قطر، تحریم ها و وظایف هر یک از ایرانیان خارج کشور در آشکاری و روشنگری نتایج فاجعه بار آن، در این تحریم ها که به اصطلاح از ایران نفت نمی خرند مقدار فروش آن بالاتر هم رفته است. نگاهی به بیانیه و هشدار آگاهی به هم میهنان و همه آزادگان جهان، بند دوی این بیانیه که شعار ایران اتمی تهدیدی برای اسرائیل و منطقه و آمریکا است، یک شعار فرصت طلبانه سیاسی، فریبکارانه و دروغ و یک دغلبازی آشکار که خرد جمعی انسانها را ناچیز می شمارد، توجه می فرمودید؟ این گفتگوها را در فیسبوک با آدرس صدای آزادگان و در یوتیوب و تویتر با آدرس رادیو آزادگان می توانید دریافت کنید. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما بدرود می گیم و براتون بهترین ها را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.